آقای هوشمند عقیلی به شما سلام میکنم و درود میفرستم. سپاسگزارم از اینکه در لس آنجلس با ما هستید. بنده هم اجازه بدین که هم درود بفرستم به شما و همه به قول قدیمی تماشایان عزیز برنامه به صدای آمریکا. خیلی لطف کردین جناب مکری عزیز که بنده رو دعوت کردین و خوشحال هستم که در خدمتون هستم برای مدت بسیار فشرده و کوتاهی که به سوالات امیدوارم سخت نباشه جواب بدم خدمتتون. خواهش میکنم. منم خیلی خوشحالم که میتونیم در این زمان با شما این گفتگو رو ترتیب بدیم. من سعی میکنم به شکیده از تمام کارهای جدید شما بپردازم تا به قول شما تماشاییانی که طرفدار شما هم هستن از این گفتگو استفاده کنن. آقای عقیلی، شما مدتی هست که آلبوم تازه‌ای رو به بازار ندادید. از انتشار آلبوم قبلیتون مدتی گذشته. چرا در این زمینه کاری انجام نشده؟ چه دلایلی بوده؟ خدمت بله، ببخشید من باید خیلی فشرده، چون شاید زمان خیلی فشرده است، بنده تون عرض کنم مسائل رو. دستاندرکار اولا هستم. اولا دو تا آهنگ انگلیسی دو مرتبه خوندم به زبان انگلیسی، البته یکیش از نت کینگ کول، یکیش از دین مارتین، اون مارینبا خدمت از کنم. بعد دو تا یکم بازخونه کردم، یه دونه آهنگم دارم که البته فعلا هنوز چیش بسیار آماده نیست، حالا تا درست بشه بتونم ازش صحبت کنم. ولیکن همطور که شما فرمودید، چون من برها 132 تا آهنگ خوندم از زبان هم ایران تا به حال، اینه که بسیاری از اونها دیگه، چون امروز روز تصویر بیشتر و شاید بسیاری از جوانهایی که الان در سنهای 25-6 سال تا 30 سال هستن نشنیده باشن یا کمتر شنیده باشن، من اینها رو دارم به اصطلاح به صورت ویدیو در میارم، تصویر در میارم که دوستان عزیز بتونن از اونها استفاده بکنن و بندم خوشحالم که این کار رو دارم انجام میدم که یک چیزی بماند، چون الان زمان یه مقدار تصویر است. شاید من زیاد موافق نباشم با تصویر، چون شما وقتی که ترانه رو با توسن فکر خودتون میشنوین و تو عالم خودتون میبینین فرق میکنه تا میاد در قالب یک تلویزیون و یک تصویری که همه فکر کنن فقط همین این ساختمون است یا اون دریا هست و فلان. حتی کتاب هم همینطوره، شما زیباترین کتاب رو بکنم فیلم، کمان که مثلا جنگ و صلح هم دیدم که خیلی به داستان نزدیک بوده، ولی اون چیزی که بازم آدم خودش میخونه از تولستوی میبینه باز یه چیزی دیگه است. هر کسی با فکر خودش یک داستان رو پیاده میکنه در مغز خودش، ولی که وقتی که تصویر میشه یعنی فقط همین. به هر حال امروز دیگه همینه دیگه، تکنولوژی گفت، یه استادی داشتم در دانشگاه میگفت هر چی که تکنولوژی جلو میره هنر یه کمی عقب میمونه. بسیار عالی. شما اشاره کردید خب به چند تا کار تازه‌ای که انجام دادی، ترانه هایی که اجرا شده، ولی این به صورت آلبوم و یک جا منتشر نشده. چرا آقای عقلی این روزها انتشار آلبوم انقدر سخته و همه هنرمندا گله دارن؟ بله بله، همینه دیگه، امروزه به این صورته، چون به هر حال شاید گویا دوستان خیلی خوش سلیقه هستن، اغلب دانلود میکنن، بعد مثلا تصاویر رو، اینه که بسیار از کسانی که دستن در کار پخش و تکثیر ویدیو آدیو اینو هستن یه مقدار گرفتاری دارن، یه مقدار خب دیگه نمیتونن خودشون رو به اصطلاح بر پای خودشون بایستن و شاید چند روشون در اینجا من میبینم که یه مقدار اصلا بستن یا معدود کردن کارشون رو. به هر حال این هست دیگه، وقتی که اینقدر آزاده و شما میتونید دانلود کنید، آخه یه زمانی مثلا کاست بود، کاست خیلی میشد زود ضبط کنید، وقتی سی دی اومد گفتن آه دیگه کسی نمیتونه ضبط کنه سی دی، بعد دیدیم که ضبط چیز سی دی هم اومد، اونم شروع شد ضبط کردن، دانلود کردن، تصویر تلویزیونی اونم که دیگه فبه ها خیلی، یه بچه 7 ساله میتونه این کار رو انجام بده. چه مانعی داره؟ هیچ مانعی نداره. حالا درسته که یه مقدار کسانی هستن که با این کار ممکنه کنار گذاشته بشن یا کنار برن، ولی به هر حال امروز من باز فکر کنم مثل سابق، مثل 40 سال به اون طرف، ما هر 4 ماه 5 ماه یک دونه آهنگ میخوندیم و این تو دل مردم مینشست تا اینکه آهنگ دوم اومد. الان دیگه 6 تا، هر بعضی 8 تا، بعضی 16 تا آهنگ میخونن، یه دونهش میگیره، بقیهش با اینکه همون مخارج رو داشته اصلا کسی نمیدونه. و خود من مثلا آهنگی رو خوندم مثلا توی آلبوم مثلا پنجمیه، یعنی اینو کی خونده؟ میگم اینو من مثلا 28 سال پیش تو نوار سومی بود که در آمریکا خوندم، ولی خب نه تلویزیون یا رادیو اول همونی که اوله مثلا میگذره. به هر حال این گرفتاری است و من زیاد موافق نیستم اصلا با ماس پروداکشن آهنگ که دفعه 16 8 تا 7 آدم
آهنگ بده بیرون. های عقلی شما خب اشاره کردید تعدادی از آهنگای قدیمیتون رو به صورت ویدیو کردید، ما هم چند نمونه از اون رو دیدیم، ولی ملاک شما واسه انتخاب این ترانه ها چیست؟ یعنی کدوم یکی از اونا رو انتخاب میکنید ازش ویدیو میسازید؟ بر چه اساسی؟ اونایی که خودم مثلا اغلب میشنم، من با دوستانی هستم که میگن این آهنگ چقدر شعرش قشنگه، اینو چرا مثلا چیز نکردی نخوندی، اینو مثلا بهتر اگه میخوای کاری بکنی رو این بکن. من فکر میکنم بیشتر حالا خود آدم هم یه مقدار آهنگا رو ممکنه دوست داشته باشه، ولیکن از سلایق و علایق دوستان من استفاده میکنم برای این کار. یعنی بیشتر به نظرات دوستداران کاراتون توجه دوستان... کنم. بله 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 بله، اون چی که باید بپسندن اونا هستن دیگه، دوستان هستن، یعنی مردم. اون وقت چه تعداد از اینها رو در آینده منتشر میکنید؟ برنامه خاصی دارید؟ فکر نمی کنم، یعنی منتشر به اون صورت نمیخوام، چون اینا دونه دونه نه هست، یه زمانی باش که همش جمع شده اینها، البته اونم به صورت یک مجموعه در دسترس دوستان عزیز قرار خواهیم داد. آقای عقلی با مرور کارهای شما ظرف سالهای گذشته، هرچی به کارهای تازه شما میرسیم متوجه میشیم که به اصطلاح کارها امروزی تر شده، مدرنه و نوعی موسیقی پاپ محسوب میشه، آیا این برداشت درسته؟ بله، من اولا از زمانی که شروع کردم با استاد تاج اصفهانی در سن 15-16 سالگی که کلاسیک ایران اصلا نمیخوام، فقط موسیقی ایرانی، چون خودم مخالفم با اصیل و کلاسیک و نمیخوام موسیقی ایرانی شروع کردم با آواز اینها، بعد ترانه ها رو فقط ترانه هایی که خیلی در موسیقی فارسی خودمون بود ایرانی بود من اجرا می کردم، ولی چون صدای من مثلا ساخته شده برای همین پاپ هم، چون میگم من الان دارم چند تا آهنگای نت کینگ کول نمیدم تو همین نوار، نت کینگ کول دو تاشو خوندم، یکی Around the World و یکی When I Fall in Love، این دو تا رو مثلا اجرا کردم و آهنگ فرانسوی هم میتونم بخونم، اینه که صدای من ساخته شده یا میشه، یعنی آمادگی داره برای این صداها. و امروزه بیشتر خب آهنگ های پاپ میوزیک، آهنگ هایی که پاپیولار هست، اینو بیشتر مردم ممکنه دوست داشته باشن، به خصوص در اینجا جناب مکری عزیز که خب دوستان ما فارگلیسی صحبت میکنن و اینجا به دنیا آمدن، مثل بنده که خودم مثلا اینجا انگلیسی یاد نگرفتم ولی فارسی عوضش یادم رفت، اونها هم طور ممکنه باشه. اینه که بیشتر به دلشون چه سخته الانه مثلا من یه نوار بدم برون که مثلا فقط ابوعطا باشه یا مثلا دشتی باشه، البته این کارو کردم، کاری که افتخار میکنم بهش اینه که در عرض چند سالی که من اینجا بودم 2.5 سال زحمت کشیدم و تمام ردیف‌های ایرانی که پیش بسیاری از استادان یاد گرفتم، آقای قوامی، آقای مهرتاش، آقای محمودی و اینها، و اینها رو همه رو آقای تاج اصفهانی که در سینه داشتم، اینها رو همه رو در 4 تا CD تمام ردیف های ایرانی رو بنده ضبط کردم برای دوستانی که در آینده بخوان استفاده بکنن، آشنا بشن. گفت تا نباشی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، حافظ عزیز میگه. و اینه که دوستان اقلا خیلی هاشون مثلا در کلاس که دارم میان میگن حالا ما نمیخوام خواننده بشیم ولی دوست داریم بشناسیم این ردیف ها رو که میگن این تو چه دستگاهی که بیشتر لذت ببریم، و این کاریه که من در اینجا انجام دادم به جای اینکه مثلا خب آهنگای جدیدم بخونم اینا، ولی رو این کار خیلی خیلی زحمت کشیدم و الانم دیگه کم کم آمدم.